خدا. سلام بینندگان عزیز، با یکی دیگه از برنامه های ادب و عرفان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. بحث امروز ما بحث سایه حق هستش. از دوست عزیزمون بهرام حیدری، استاد گرانقدر، خواهش میکنیم که بحث خودشون رو شروع بفرمایید. بهرام جان بفرمایید. با سلام خدمت عزیزان، امروز با بحث سایه حق در خدمت شما هستیم. بله، بحث سایه حق یه مقداری برای من خیلی جالبه و فکر میکنم برای شما دوستان عزیز هم جالب باشه. ما همیشه شنیدیم که میگن که در سایه حق باشی، سایه حق نگه داره. حالا این سایه حق به چه معنا هستش؟ اگر میشه صحبتتون رو شروع بکنم. بله، این دو تا جمعه میشه اینو جواب داده که اینکه میگن که سایه حق نگه داره، این به این معنیه که لطف حق نگه داره شما باشه. این مفهوم این در اینه، ولی مفهومی که عارفا استفاده میکنن از سایه حق به این مفهومه که این عالم، این جهان، این چیزی که ما به ظاهر میبینیم، این سایه حقه و خود حق یک حقیقت و یک واقعیته. اون چیزی که در قرآن بهش میگن خلق، صحبت از خلق که میشه یعنی توهم. پس چی شد؟ گفتیم که یک حقیقت وجود داره که خود حضرت حق تعالی میباشه، در کنارش عالم هست. عالم چیه؟ عالم فقط یک ریفلکشن یا یک سایه یا یک شادو از اون حقیقت یا واقعیت است. در نتیجه حالا اگه سایه‌ای بخواه وجود داشته باشه، یا اون سایه اگه سایه‌ای هست، اگه محسوسه، احتیاج به این است که یک صاحب سایه وجود داشته باشه. این به چه مفهومه؟ به مفهوم اینه که حضرت حق خود ایشان بالفعل یک وجود بالفعل، ولی سایه حق بالقوه است. یعنی چه؟ یعنی اینکه اون چی که ما در عالم میبینیم، اینها از یک سری پتانسیال ها ساخته شدن که اینها اگر اون نور حقیقت به اینا بتابه، بالفعل خواهند شد، از حالت قوه و پتانسیال خارج میشن و بالقوه خواهند شد. ولی خود حقیق، خود نور الهی و یا سایه حق که میتابه، مستقیما بر خود عالم نمیتابه، بلکه به اعیان ثابته میتابه، به اون چیزی که بهش میگن، به انگلیسی میگن آرکیتاب یا اعیان ثابته. خب همیشه ما میدونیم که سایه چیز ابهام‌آمیز و تاریک هستش، پس این سایه حق نباید اینجوری باشه، باید یه تضادی بین سایه که همیشه در ذهن ما تاریکی و سیاهی هستش و این سایه حق که ما رو نگه می‌داره، این به چه معنا میشه؟ من اول یه مقدار راجع به این بحث عیان ثابته بکنم، بعد چون لازمه. ببینید، عیان ثابته یا آرکیتایپ اون اندیشه یک آرشیتکته، درسته؟ مثلا ما اگه بگیم خب خداوند پروردگاره یا کسی که تمام عالم را آفریده، اگه به عنوان یک آرشیتکت بهش نگاه بکنیم، اندیشه ایشان قبل از آفرینش، اون بلوپرینتی که در ذهنش بوده، اون میشه آرکیتایپ. یعنی اگه شما مثلا یه دفتر مهندسی برید، جایی را دارن شهرسازی میکنن، اول کاری که میکنن اون بلوپرینتش، اون نقشش رو میکشن. موقعی که نقشه ساخته میشه، اون موقع از خب حالا دیگه ساختن شهر دیگه چیز ساده‌ای خواهد بود. آرکیتایپ یا عیان ثابته اون اندیشه‌ای هست یا اون بلوپرینتی که هست که در ذهن خداوند از هستی وجود داره و میخواد این هستی رو بسازه. و این عیان ثابته خود عالم نیستن، بلکه محل‌های ظهور
عالم هستن. یعنی چی؟ ببین اگه ما بگیم خب سایه چیه، احتیاج سایه احتیاج داره که نور داشته باشه دیگه، از نور میاد. اون نور اسما و صفات الهی هستن که ایجاد چه میکنه؟ ایجاد سایه میکنه. در نتیجه موقعی که صحبت از سایه میشه، یک همچیزی باید در ذهن ما باشه که اون سایه مستقیما بر خود عالم نمیتابه، بلکه بر اون آرکیتایپ یا عیان ثابت است. حالا اگه ما اینو به این شکل توضیح بدیم که چرا سایه سیاست، باز من یه مقدار توضیح بدم که ببین اگه سایه بخواد وجود داشته باشه، احتیاج هست که یه شخصی باشه. مثلا سایه یک شخص باید، خود اون شخص باید وجود داشته باشه. و این سایه چیه؟ این سایه به خود اون شخص متصله. از اونجایی که این خود شخص حضرت حق تعالی هم خود شخصه، هم خود نوره، در نتیجه اون وجود مطلق که واسطه ایجاد سایه میکنه. ولی از اونجا که ایجاد سایه میشه، یک جایی هم احتیاج هست که وجود داشته باشه که اون سایه روش بیفته. درسته؟ پس در این عالم که اون چیزی که ما بهش میگیم اعیان ممکنات، اون جایی است که چی؟ که این سایه روش میفته. پس چی شد؟ اگه شما در نظر یک شخصی رو دارید، این سایه روی نورش روی چیزی میتابه و از اون به یک محلی احتیاج از یه محلی این سایه بیفته که این عالم میشه اون محل و اون نور به عیان ثابته میتابه. حالا اگه ما این رو توضیح بدیم که به این صورت توضیح بدیم که مثلا اگه یه هسته رو شما در نظر بگیرید، هسته یک درخت سیب، تمام دانش و نالج اون هسته در چیه؟ در اون خود هسته است. درسته؟ حالا اگه یه هسته رو شما بکاری، این یواش یواش گل میده، درخت میشه و و و و و آخر سر سیب میده. درسته؟ اون پتانسیال موجود رو شما بارور کردی. ولی اگه اون هسته رو همونجور نگه داری، جای نکاری، اون میشه. و خداوند هم موقعی که میخواد سایش گسترش بده چیکار میکنه؟ به یه جای احتیاج داره، میخواد یه سری ممکنات رو، یک سری چیزها رو که هستی ببخشه. چون خود ایشان واجب الوجوده، کل عالم و هستی ممکنه وجوده. حالا از این جهت که چرا سایه است، سایه چرا سیاست، این به این مفهومه که ببینید تاریکی و سیاهی به معنی یه سری ابعاد هستن. درسته؟ شما هستی گفتیم خود خداوند لاینتناهی و بسیطه. حالا یک سری از بعدها و ابعادشو ما به شکل سیاهی می‌بینیم، به شکل سایه می‌بینیم. این به چه مفهومه؟ اون گفتیم معانی نمادی داره. ببین چون خود صاحب سایه یک چیز مرموز و پیچیده است، پر از رمز و ریاضه دیگه، خود خداوند شناخته شدن قابل شناخت نیست که، چون لاینتناهیه، چون بی انتهاست، شناختش غیر ممکنه اون ذات اصلیش. حالا شما یه چیزی که مرموز و مطلقه بخوای بشناسی، غیر ممکنه. در نتیجه سایه اون شخص مرموز، اون شخص پیچیده، این دستگاه پیچیده هستی هم یک چیز خیلی پیچیده. خود سایهش هم سختر پیچیده و مرموزه. دلیل سیاهی سایه اینه که چون خیلی پیچیده و مرموزه. این یک دلیل. ولی از بعد دیگه نگاه بکنید، سیاهی به خاطر فاصله است. به شما اگه یه روز بری کوهستان نگاه کو بکنی، بعد همه جور رانندگی بکنی، به دور بیشی از این کو، این عکس دائما داره عوض میشه. هرچی دورتر میشی این کو داره تاریکتر میشه. شما موقعی که نزدیک کو بودی، خب سبزی و نمیدونم آبی رنگ صخره ها و نمیدونم سبزی درختان و گیاه ها و نمیدونم رنگ گل ها رنگ آب. حالا که داری دور میشی، اونا داره محو میشه، همه چی داره چی میشه؟ رنگ تاریک به خودش. هرچی یک دلیلی که به نظر ما اون تاریکی دیده میشه، به خاطر اینه که فاصله افتاده بین ما و حق تعالی. توی قرآن میگه که موقعی که خداوند خلق کرد هستی را، یا انسان را خلق کرد، به خودش تحسین کرد، ولی باز نگاه کرد غمگین شد. دلیل غمگین شدنش چی بود؟ چون جدایی افتاد. درسته؟ اگه شما نگاه بکنید یه شخص اینطوری بسته، با سایش یک فاصله هست. حالا اگه شما به آسمان نگاه کنی، آسمان به رنگ آبی میبینی. درسته؟ در صورتی هرچی که نزدیکتر بشی میبینی رنگی وجود نداره. این دیدن رنگ آبی
به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که فاصله هست بین ما و آسمان ها، بین اون وادی، بین اون وادی های عشق یه فاصله هست، به همین خاطر ما آبی میبینیم. اینم یه دلیل هم هست، میگن آبی رنگ کاذبه، یعنی شما هرچی به دریا نزدیک میشی اون آبی آبی میره، به آسمان نزدیک این رنگی که شما نمیخواد به طرف عشق برسونه. جا. چون به آسمان یا به دریا که میرسی حالا باید به عمقش بری که آبی رو پیدا بکنی. پس از نظر بعدهای مختلف به خاطر فاصله ای که بین ما و حقیقت ایجاد شده ما اینو چه میبینیم؟ تاریک میبینیم. به همین خاطره که اگه ما اگه توجه بشه میبینه که بینش شما از هستی خیلی محدوده، درسته؟ اون بینشی که همه چی، اون معرفت رو نداریم که کل هستی رو بشناسیم، حتی سایش رو بشناسیم. حالا از یه جهت دیگه من خدمت شما عرض کنم، یه دلیل دیگه هم حس بیناییه. ما این حواس بینایی، حواس مختلف که داریم، یکیش حس بیناییه. این حس بینایی خیلی کوچیک میبینه. مثلا شما اگه نگاه آفتاب بکنی به اندازه سینی میبینی آفتاب، درسته؟ حالا از نظر سایز یا اندازه آفتاب 160 هزار مرتبه از زمین بزرگتره، این یه واقعیت. ولی ما موقعی که نگاه میکنیم آفتاب چه میبینیم؟ خیلی کوچیک داره میبینه. این کوچیک بینی به خاطر چیه؟ به خاطر نداشتن معرفت ماست. پس چون ما معرفت رو نداریم، نالج رو نداریم، اندیشه رو نداریم، همه چی کوچیک میبینیم. پس میشه عنوان کرد که هر کسی به اندازه افق دید خودش خدا رو میشناسه. این خداشناسی خیلی بستگی به خود انسان ها داره. بله، چون گفتیم که هر کسی دید انسان، حالا حس بینایی، به همون اندازه حس اندیشه هم خواهد بود دیگه. من خدمت شما بگم، گفتیم که انسان کامل که پیغمبر باشه هستی رو کامل میدید، بسیط، یعنی بر یک مبنای یک واقعیت استوار میدید اینو، مثل ما نسبی نمیدیدن. این به چه دلیل؟ ایشان معرفت داشتن و افق دیدش بزرگ بود. تمام صحبت ایشان هم این بود که شما این واقعیتی که درست کردید، اون چیزی که بهش میگیم خداوند، این چیزی که در ذهن خودتون ساختید و چیزی که در ذهن خودتون ساختین، اینو بهش میگیم خداوند و خیلی محدوده. حالا کاری که بکنی به جای اینکه این بت پرستی که نتیجه ذهن خودت داری، خودت رو میپرستی، داری واقعا چیزی که خودت ساختی بهش میگی خداوند، داری خودپرستی میکنی. این تبر رو بردار، بشکنی بتو، این بتا رو بشکن که به حق شناسی برسی که حق بی‌نهایته. یعنی تو رو میخواد از یک جهان کوچولو، از یک دنیایی که ساختارش خود درست کردی، به اون بی‌نهایت و بسیط ببره. میخواد نالج تو زیاد کنه، میخواد اون پتانسیال های درونی یا اون بلقوه های درونی تو چیکار کنه؟ زیاد کنه، ازدیاد کنه. به همین خاطر کسی که آفتاب رو به اندازه یه سینی میبینه، به همون اندازه داره چیکار میکنه؟ خدا رو هم به همون اندازه میبینه، کوچیک میبینه. ببین دلیل اینکه کسی خب نماز نمیخونه، احترام نداره به خداوند، ستایش نمیکنه چیه؟ چون خداوند داره کوچیک میبینه به همون اندازه. کسی که مثلا اگه ما فردا بریم خدمت مثلا نخست وزیر توی کانادا، بهترین لباس ها رو میپوشیم، بهترین عطرها رو میزنیم، خیلی مؤدب، خیلی آماده، خیلی در ستایش میریم، درسته؟ با نیاز میریم اونجا. ولی در مقابل خداوند که سازنده هستیه و احتیاج ما از به عنوان عاشق که ایشان معشوق هستن همیشه به نیاز و ستایش باشیم، چون خداوند رو کوچیک میبینیم و غرور ما خیلی بزرگه، چیکار میکنیم؟ اون ستایش نمیکنیم، چون خداوند از خودمون کوچیک میبینیم، ذهن ما کوچیکه. به همین خاطر این به خاطر چیه؟ اون سیاه دیدن و به خاطر اینه که در تاریکی هستیم، در تاریکی و غفلت هستیم، درست؟ چون تاریکی میبینیم دیگه. حالا اگه هستی خودش رو هر موقع بخواد که روشن بکنه، مثلا یه حرکتی از ما باشه و اون هم یه حرکت به جلو میکنه دیگه، عاشق یه قدم میره، معشوق هم یه قدم میاد، یک رابطه هست، یک دیالوگ هست در هستی. موقعی که شما جلو میری یک نوری روشن میشه، اون بحثی که میگن الله و نور السماوات، یعنی رابطه ها نوری میشه، یک نوری روشن میشه، یه عین ثابته، یک آرکیتایپی روشن میشه. ببینید خود عیان ثابته که نور ندارن، درسته؟ و زمین هم یا ممکنات هم که نوری ندارن، در مقابل هم فقط سایه به هم میدن. اگر میشه این بحث رو، ادامه بحث رو به قسمتی که در قرآن به این بحث سایه الهی، سایه خدا
اشاره میکنه در قرآن چه قسمت هایی رو میتونیم پیگیری این مسئله باشیم؟ قرآن میگه که چه آیا ندیدی که چگونه پروردگارت سایه را امتداد بخشید و اگر میخواست اون را ساکن قرار میداد. این گسترش سایه رو، گسترش سایه خودش رو به ممکنات داره توضیح میده، ولی اگر میخواست هیچ چیز ساکن میکرد. حالا بیست